أمواجا سوداء تحمل الغضب، والله ما رأيتم فيها إلا غضب الجبار. فلما دخلت المياه في قاع البحر ما الذي حدث؟ اختلطت بالحمم النارية، ارتفعت درجات المياه إلى درجات عالية فأغرقهم وأحرقهم ودمرهم عن بكرة أبيهم. يا رب يا قهار، يا مجيب الأقدار، يا من برحمته تستدفع الأضرار. الجبار رحيم، لكنهم أغضبوا الجبار، لكنهم أغضبوا الجبار جل جلاله. يا من بحكمته كم حير الأفكار. میگفت اون جزیره‌ای که این سونامی آمد داخلش، اولین جزیره بود در اندونزی که اولین مسلمان ها در صدر اسلام اسلام وارد اون جزیره کردند، و اون جزیره جزیره با تقوا و با خدای بودن. از اون جزیره بهتر در جنوب شرق آسیا و اندونزی نبود. همه مؤمن زن و مرد، تا اینکه فساد اخلاقی، شراب، زنا، فحشا وارد زندگی اونها شد. طرف می دیدید که پدرش تو نماز صبح هست، اما پسرش داره زنا می کنه، دخترش داره زنا می کنه، خیلی رک و بدون پرده شیخ داره صحبت می کنه. می گفت اونقدر فساد و فحشا و بیناموسی و شراب و عیاشی و قمار و مواد مخدر در این جزیره که قدم مبارک صحابه بر اونجا وارد شده بود و اولین جزیره بود در جنوب شرق آسیا که اسلام برش وارد شده بود، بعد از این که پشت به حلال خدا کردن و حرام و چه جلوه دادن، خداوند اونها رو غافل گیر کرد. تو همین فیلم دو تا آیه قرآن را تفسیر میکنه، اذا البحار فجرت و اذا البحار سجرت. این دو تا آیه شما زیاد شنیدید، من خودم تعجب میکردم هر بار که این جزء عمه را میخواندم و این سوره را رد میشدم، میگفتم خدایا تفسیر این چیه؟ یکی از نشانه های علامت قیامت و علامت های نزدیک شدن قیامت این که دریا منفجر میشود، این که دریا به جوش میآید، دریا آتش زیرش روشن می شود و افروخته می شود، این آب دریا به جوش می آید، سوزان و گرما می شود و می سوزاند انسان را. سبحان الله، این چه تعبیری دارد؟ این کی می آید؟ تا اینکه همین سونامی که آمد اونجا زیر آب در اعماق اقیانوس زلزله میشه، زمین جابجا میشه. سبحان الله، آب و میمکه، مردم میرن برای تماشای آب که این آب کجا رفت، آب دریا کم شد. یک دفعه با سرعت 700 کیلومتر در ساعت و 30 متر 35 متر ارتفاع آب منفجر میشود داخل هوا، و بعد با سرعت 700 کیلو کم و بیش همون انسانهایی که رفته بودن تماشا بکنن این آب دنبال میکند. با ماشین خودت 150 تا سرعت میروی، فکر میکنی میخوای پرواز بکنید، قابل کنترل نیست. حساب بکن 700 کیلو در ساعت یا 600 کیلو در ساعت معادل سرعت هواپیما. چقدر میخوای بدوی تو؟ چقدر تو دوندی خوبی باشی که بدوی از این نجات پیدا بکنید؟ این آب میامد همه جوری، دستی از انسانها، حالا 50,000 نفر باشن، هرچی باشن، بلند میکرده. تا اینکه رسید به یک صحنه عجیبی تو همون فیلم که یک کشتی 600 تنی آهن را بلند کرده همین آب ظریف دریا، خداوند برده روی یک روستایی به بزرگی گذاشته و قبرشون زیر همون کشتی است. کشتی آهنی 600 تنی خداوند با همین موج دریا بلند میکنه میبره تو خشکی روی یک روستا میگذاره. نه کسی میتونه کشتی رو بلند بکنه که اونها رو در بیاره، همونجا قبرستانشان شده. تا اینکه به یک مرحله رسید که نشون میداد آتش از توی آب روشن میشد، آب سرخ میشد، کوههای آتش فشان زیر زمین همه در نتیجه اون زلزله آتشهاش فعال میشه و میاد میرزه توی آب. کوههای آتش فشان فعال میشه و میان میرسه توی آب، از البحار و سجرت میشه.
و جناب شیخ خالد میگفت در نوار و نشون میداد اکثر جسدهایی که نجات پیدا کرده بودن پوست بدنشون سوخته بود، سبحان الله، سیاه شده بود به خاطر همون آتش فشانهایی که زیر آب بوده فعال شده و این جسدها رو سوزنده. اذا البحار فجرت، خداوند دریا رو که چقدر خنکه جوش میکنه تبدیل به آتش میکنه و بعد منفجر میکنه توی هوا. خداوند خیلی قدرت داره. چرا این کار رو بر سر اونها در آورد؟ میگه اونها مسلمان نبودن. خود شیخ سوال میکنه خدایا تو که عادلی، بعد جواب میده مگر اینها چه کار میکردن که توی جبار اینطوری خشمگین شدی؟ همش سوال میکنه مگر این خلق تو چه کار میکردن ما خبر نداشتیم؟ تو که ارحم الراحمینی، خدایا خلق تو چه کار میکردن که خودت بهتر آگاه بودی؟ تو علیمی، تو خبیری، تو سمیعی، تو بصیری، تو اونها رو میدیدی، ما که نمیدیدیم. بله سروران من، باید با خدا کنار بیاییم. همونطوری که شیخ روی منبر صحبت میکرد، بعد از شناختن حلال باید با حلال ارتباط برقرار بکنیم و بعد از شناختن حرام باید از حرام دوری بکنیم. هرچی فاصله تو با حلال کمتر بشود، فاصله دوری تو با خدا کمتر شده، و هرچی فاصله تو با خدا کم بشود، تو عزیز و محبوب الله می شوید. فاصله های دوری که با انجام کارهای حرام دشمنان خدا بین ما و شما، بین ما و شما و ما و شما و الله فاصله انداخته، این فاصله ها را با توبه کم بکنیم، با کارهای حلال کم بکنیم. فاصله خودتان را با خداوند، با ارتباطتون و فاصلتون با حلال اندازه بگیرید. تو چه اندازه حلال خدا را دوست دارید؟ با حلال نزدیک هستید؟ حلال را انجام می دهید؟ همان اندازه فاصله تو و نزدیکی تو و قرب تو و منزلت تو نزد خدا هست. و چقدر از حرام دورید؟ باز هم با همان اندازه به خدا نزدیک هستید. تنها راه نزدیک شدن به خدا، نزدیک شدن به حلال خداست، و تنها راه دور شدن از شیطان و دشمنان خدا، دور شدن از حرام خداست. و راه دوم نزدیک شدن به خدا بعد از نزدیک شدن به حلال خدا، دور شدن از حرام خداست. هرچی از حرام خدا و ممنوعات خدا دورتر بشوید، به الله و بهشت خدا و توفیقات خدا و حمایت خدا و محبت خدا نزدیکتر خواهی شد. خداوند وعده داده و گفته لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات من السماء والارض. اگر اهل قریه، حالا شاید اون قریه روستای کرگان باشد، اسم نبرده که اهل مدینه باشه یا کرگان در اون گوشه میناب باشه، گفته لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر اهل قریه، روستای، شهری دو تا صفت داشته باشند، به من ایمان بیاورن و تقوای منو پیشه بکنن، من درهای برکت های آسمان و زمین را